برنامه ها سازمان داده شده. شما میتونی به خیابان بیای، شما میتونی به من فحش بدی، اما نتیجه کار باید به نفع من تموم بشه. تفاوت سیستم اطلاعات امنیت شاه با سیستم اطلاعات امنیت جمهوری اسلامی در اینه. شاه طاقت نمی آورد، شاه تحمل نمی کرد، حتی در حد شوخیش رو هم تحمل نمی کرد، ولی اینها براشون مسئله نیست. میگن آقا ما با مجاهدین بدیم، بسیار خوب، تو بیا به ما فوش بده، 4 تا فوش هم به مجاهدین بده. شما ما با شهرام همایون بدیم، بیا به ما فوش بده، اما به شهرام همایون هم فوش بده. این سیستم وزارت اطلاعات. خب چرا شما در بین یک باره این داستانها و این اتفاقات و جل 31 سال، میخوام امروز یه بحثی باهاتون بکنم که تا حالا نشنیدید، 31 سال رژیم شاهنشاهی ایران تبدیل به رژیم جمهوری اسلامی شد، درسته؟ 27 سال آخرین پادشاه ایران دار فانی رو ودا گفته و رفته. همسر ایشون اولیا حضرت فرای پهلوی، ایشون به هیچ عنوان در امور سیاسی دخالت نمی کنه. یک دخترشون هم که فوت کرده، یک پسرشون هم که استاد دانشگاه است، شما حتی یک جای نمی بینید ایشون مثلا بگن بازدیدی کرده، رفته اومده، ایشون هم که نیست. یک خواهر ایشون هم، خواهر شاهزاده رضا پهلوی هم که ایشون هم زندگی خودش رو داره میکنه، یک خواهر ناتنی هم دارن که خواهر ناتنی دارن که حتی گفته میشه ایشون ایرانه. خیلی خوب، میمونه خود شاهزاده رضا پهلوی. این آدم هم که همیشه اومده گفته آقا ما اصلا بحث سلطنت نداریم، به همین دلیل هم مورد اعتراض طرفداران نظام پادشاهیه، میگه ما اصلا بحث سلطنت، وارث تاج و تخت هم هست، اما میگه ما اصلا صحبت سلطنت نداریم، اصلا مشروطه و سلطنت و پهلوی و اینا رو بذارید کنار، الان صحبت آزادی، هممونم برای آزادی. خب حالا یکی بیاد به من بگه آقا اون اتاق چه خبره، آقای باقری من اصلا برنامه نمیتونم اجرا کنم، بله، در این فضا، در این میونه شما ناگهان میاد حمله به پهلوی ها، مثلا در یک تلویزیونی، آخه حالا کو پهلوی، حالا پهلوی چیه، چرا پهلوی، اصلا پهلوی کجاست، چیکار کرده، اصلا کار خوب یا کار بد، اصلا به این کاری ندارم، ولی این حمله به پهلوی و مرگ بر پهلوی گفتن در مراسم 22 بهمن در مقابل فدرال بیلدینگ لس آنجلس، این از کجا در میاد؟ خوب دقت کنید خانم ها آقایون، بحث طرفداری از نظام پادشاهی و طرفداری از نظام پهلوی یا مخالفت یا موافقتش نیست. بریم بشینیم فکر بکنیم ببینیم آقا این سبب و این علتی که در یک همچین شرایطی بحث پهلوی پیش میاد از کجا ممکنه نشأت بگیره. 1-2-30 سال اپوزیسیون نظام جمهوری اسلامی در خارج از کشور می آمدن، یا هر کسی برای خودش تظاهرات می زاشت، یا اگرم با هم می زاشتن شیر خورشیدی ها کمونیست ها رو تحمل می کردن، کمونیست ها شیر خورشیدی ها رو، خیلی محترمانه و دوستانه، تا بحث کانال 1 آمد که اصلا دیگه خیلی اتفاقات مشترک شد. بنده با حزب حکمتیست صحبت کردم، بنده با حزب کمونیست کارگری صحبت کردم، بنده با حزب اتحاد برای اتحاد کمونیست کارگری صحبت کردم، با ست حزب کمونیست، که آقا شما مسئله ای دارید که وقتی یه تظاهراتی میشه کسانی پرچم به دستشون بگیرن بیارن میگن آقا ما که مسئله داریم. فقط بعضی موقع گفتیم دوستان اگه پرچم میارن
این پرچما رو به گونه‌ای نیارن که شکلش طوری نباشه که فکر کنن آقا همه، نه ما پرچم خودمون داشته باشیم. بسیار خوب، حرف خیلی درستیه. حالا این به من بگید لطفا چگونه می شود که درست در این بره از زمان و در این شرایط بحث دیشب در فدرال بیلدینگ 20 تا لباس سبز پوش رفتن اون گوشه وایسادن، 20 تا کمونیست هم اون ور وایسادن، بقیه مردم هم اینجا جلو فدرال بیلدینگ بودن، چرا؟ این اتفاقات آخه نمیشه. ببینید شما بعد از این اوجگر 20 از 3 میلیون نفر وقتی در 25 خرداد میان به خیابان، دیگه بعد از اون باید هیچ، این باید قدرت بخشیده باشه به ما، باید ما قدرت گرفته باشیم، باید قوی شده باشیم، باید اختلافاتمون کنار میرفت. چجوری شد اختلافات زیاد شد؟ چرا؟ اصلا کی گفت که سبزا برن یه گوشه دیگه وایسن؟ البته بهتون بگم در سراسر دنیا پرچم سرنگ شیر خورشید غالب بوده، فقط تو فرانسه، فقط در فرانسه، که امیدوارم یکتا بقیه همکاران ما در فرانسه خودشون شروع کنن یک تظاهرات بسیار گسترده ای رو اونجا پایه بگذارن. چرا در داخل کشور شعار است مرگ بر دیکتاتور، اما میاد تو خارج از کشور میشه مرگ بر دیکتاتور، چه شاه باشه چه دکتر؟ چرا؟ چرا در خارج از کشور ما نباید پرچم سرنگ شیر خورشید رو گروهی که طرفدارشن سبزها بیان بگن آقا این باعث میشه که ما گرفتار بشیم تو ایران؟ مگه بدون پرچم گرفتار نشدن هموطنان ما؟ اما باید رفت نشست گشت پیدا کرد ریشه را. اما در طول این سالها و ماها همواره یه کسانی اومدن این به کسی محکوم کرده، اون گفته آقا این عامله، اون عامله، اون عامله. بنده به شما عرض بکنم، به نظر من جمهوری اسلامی در طول این ماهای گذشته بیشترین سرمایه رو در خارج از کشور به کار انداخته. برخی از تلویزیون ها رو حتی بدون اینکه مدیران اونها بدونن در اختیار گرفته. و الا چطور می شود آدم تحصیل کرده، آدم با سواد، آدم زخم خورده الان بیاد فکر بکنه بگه آقا آقای نبوی، آقای مهاجرانی، وزیر ارشاد زمان آقای خاتمی، آقای سازگارا، آقای مخملباف، آقای اکبر گنجی، اینها بشن رهبران مخالفت با جمهوری اسلامی؟ فکر میکنید ساده نت؟ شما فکر نکنید به اینجا. بهتون بگم و صریحا هم بهتون بگم، همین الان هم بهتون بگم، کانال یک تبدیل شده است به آخرین سنگر آزادی خواهان آزاد ایران. اینو میخواید قبول کنید، میخواید قبول نکنید، ما نه شاه اللهی هستیم، نه تلویزیون مشروط خواه و پادشاهی تر، نه تلویزیون خانه همه آدم هست. اما فکر میکنیم وقتی شب 22 بهمن تلویزیون هایی میان به شاه، پهلوی، شاه، برای چی؟ از کجا نشأت میگیره؟ تلویزیون غیر سیاسی که تا دیروز متکی به دبی بوده یه دفعه میاد سیاسی میشه و میشه خانه سبز ها، این از کجا نشأت میگیره؟ تو مقابل فدرال بیلدینگ مرگ بر پهلوی شنیده میشه، این از کجا نشأت میگیره؟ و صراحتن هم بهتون بگم همه این دشمنی ها واسه همینه که اینجا به عنوان آخرین سنگر تلقی شده، آخرین سنگری که به هر حال وجود دارد. کسایی دیگه هم البته هستن، واقعا دارم زحمت هم میکشن با همه عرضم به حضورتون که خوب دقت کنید آدم ها رو بر اساس میل خودمون ارزیابی نکنیم. بنده راه و روش و سیستمم در کار تلویزیونی مشخصه، طبیعی با یکی هم ممکنه اختلاف داشته باشم، اما اختلاف با اون آدم
راهش رو انتخاب کرده، سلیقه‌ش اونه، ولی